جلسه پرسش و پاسخ سشن شماره 4، هنوز همون روزیه که قبلش گفتم، روز چند بود 17 فروردین، 6 اپریل هست، 6 اپریل دوشنبه. خب سوالا رو اونو اوکی بگو یه دقیقه. رابطه کانس و ویس رو متدا، این متد مثلا وقتی که کانس داره تهش، حالا این متد ابسترکت بودن اینو کاری نمیدونم، چهار بودن شو کاری نداریم، این متد همه متدهای کلاس یه پوینتر ایمپلیسیت دارن به اسم ویس دیگه، درسته؟ یه پارامتر ایمپلیسیت دارن، یعنی همون کار مثلا کار رو میخوام بنویسم، اون کار معادل تقریبا معادل اینه که من یه فانکشن آزاد بنویسم به اسم کار که پارامتر از نوع کانفیگ پارسر پوینتر میگیره، اسمش هم از دیس و پارامتر دیگه هم نمیگیره، حالا چون پارامتر نداشت. درسته، تقریبا معادل یه همچین چیزی، یه پارامتر ایمپلیسیت داره. حالا وقتی ته متد کانست بذارم مثل کار اینجا متد کانست بذارم، این پوینتره اون کانست، یعنی چون این پارامتر من دسترسی بهش ندارم که بگم این کانست باشه دیگه، درسته؟ این پوینتر کانست میشه. تو سی پلاس پلاس 14 یا 11 حتی کانست رف و این چیز هم داریم، یعنی اینجا میتونی کانست رف و کانست رف رف بنویسی، یعنی اون پوینتر رو به صورت آر ولی رف، اصلا یه وضعی مثل رفرنس یا آر به جای پوینتر رفرنس بده یا آر ولی رفرنس، یه داستانی داره، حتی جزئیات بیشتر از این داره که من الان واسه بعدا میخوام توضیح بدم. چرا تیمون نجم ارتباط پس اون کانست که می‌نویسی، یعنی پوینتر ویسش کانستنت به یه آبجکت کانستنت داره شده، همه ایمپلیکیشن هایی که اون کانستنت بودن داره دیگه، یعنی اون آبجکت نمیتونی عوض کنی، یعنی که به تضمین میدی که آبجکت رو عوض نمیکنی. اسم دیگه به پرنت به ممبرش بده چیز بده به من برش به صاحبش بده شیار نمیکنه دیسه خب آره خب یعنی خودت نمیتونه هیچی از اون پرنت رو در یعنی این که یه دونه از نوع از اون کانست میگیری دیگه، پس یعنی ممبرها نمیتونی تغییر بدی و از اون طرف هم اگه یه پوینتر داره کانست داشته باشی نمیتونی روش متد رو تغییر بدی چون باید پوینتر کانست باشه، یعنی اون تایپ برای همین که میتونی رو کانست بودن نبودن اورلود کنی، یعنی اگه یه آبجکت از نوع کانست داشته باشم میاد تو اورلود کانستش این متد روش فراخوانی بشه، یا آبجکت غیر کانست داشته باشم میاد رو اورلود غیر کانستش، چون پارامتر معمولیه دیگه کانست با غیر کانستش با هم فرق میکنه، کامپایلر تشخیص میده کانست اینو فراخوانی میکنه غیر کانست، کامپایلر کاری بیشتری میکنه سعی میکنه کانست رو در واقع همچه فراخوانی کنه. یه وقت که این اوورلود رو تو نگرانش نباش، یه جای اوورلودش کردیم با تو بده تو BKNT استاتیک پسر دو تا پرانتز گذاشتی تو ماکروز، تو ماکروز آره برای اولی گفتی مهم نیست، خیلی برای دومی مهم نیست، چی چیزی رو میگیره؟ نه 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 رفت تو پی تی آر نداره. ببین من از اونجا که اونجا پرانتز پی تی آر میگرفت که گفتی مهمه، نه 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 به استفادهش بستگی داره. ببین وقتی که من اینو میذارم تو کنار اپراتوری، این استد فرض کن یوزر به جای اینکه بنویسه SZ بنویسه یکی به اضافه دو، به یکی عدد بنویسه حاصل جمع یه عبارت رو بنویسه، ولی اون عبارت قشنگ اینجا پیست میشه دیگه، درسته؟ اینجا پیست میشه و حالا این مساویه و پرسیدنس اپراتور دو تا مساوی خیلی پایینه، ولی به هر حال ممکنه این اپراتور رو هم اینترکشن انجام بدن، تو وقتی یه عبارت بنویسی به جای یه ولیو یه چیز نه یه اتفاق دیگه بیفته غیر از اون چیزی که تو نوشتی باشه، چون تو ماکرو به نظر میاد اینجا یه دونه ولیو دارم، به نظر میاد متغیر دارم و پرسیدنسش مشخصه، ولی چون ماکروها کپی پیستی کار میکنن این اتفاق ممکنه نیفته. همین پرانتز میذارم که اگه این SZ به جای اینکه یه ولیو باشه یه عبارت گنده بود، همون اتفاقی که یوزر انتظار داره بیفته، یعنی اول حاصل اون عبارت حساب بشه بعد مقایسه بشه با سایز اف. این گفتم اینجا تاثیر نداره، گفتم اینجا تاثیر نداره به خاطر اینکه ویرگول پایین ترین اولویت داره بین همه عملگر، برای همین نمیتونی هیچ جوری عملگری بذاری که اون ویرگول رو تیز کنه اوورراید کنه، مگر اینکه از خود ویرگول استفاده کنی، متوجه خود از خود ویرگول استفاده کنی اینجا پارسر ماکرو ویرگول همینجوری ویرگول بنویسی، میتونی یه جوری ویرگول رو تو اینجکت کنی ها، میشه کار کرد، ولی به هر حال پارسر ماکرو ویرگول رو میبینه و خیال میکنه تو سه تا پارامتر، پنج تا پارامتر، ده تا پارامتر پاس دادی، نه دو تا پارامتر، یعنی قبلش ارور میدی که ماکرو که نداره دو تا پارامتر انتظار داره تو سه تا داره مثلا، برای همین گفتم اونجا مهم نیست اینجا، ولی مهم چون اینجا یه اپراتور دیگه ای داریم که اولویتش ممکنه با اون اینتراکت کنه با اون عبارت. کلا ایده خوبیه که دورش همیشه پرانتز باشه، پارامترهای ماکرو هر جا استفاده کنی دورش پرانتز باشه. یه سوالی هست که چی داری کپی می‌کنی؟ ببخشید فرق کد بک اسلش ان بک اسلش سف کد و سف و نال گفتم خیلی فرق ستادی مهمه، نگران شدم چه
متاسفانه همشون ایده اینه فرق بین داشت اینترنت کجایی ما گفتش که باید یواش دارش زد میکنم آره چون زیاد دارم تو کلا ایده فرق بین اینو نالو میدیو اینو تو بجاست صفره متاسفانه همه اینا توی سی پلاس پلاس مخصوصا همه اینا تایپشون اینتر هر سه تا اینا تایپشون اینتر هر سه تاشون هم ولیو هاشون صفر وقتی تو سه تا سیمبل داری که تایپشون یکیه ولیشون هم یکیه یعنی اینا رو میتونی به جای هم آره موبابیه اینا رو یعنی میتونی به جای هم استفاده کنی مشکل جایی پیش میاد چون هم تایپ کامپایل تایمشون یکیه هم ران تایم ولیشون یکیه یکی فرق قائل بشه برای مشکل وقتی پیش میاد که یکی میخواد این کد رو بخونه بدبخت یا اینکه میخوای به جای نال همه جا که تو کد نال استفاده کردی مثلا نال پوتر بذاری اگه همه جا فقط برای پوینتر از نال استفاده کرده باشی فقط برای پوینترها میتونی همه جا بجاش قشنگ ریپلیس کنترل اچ کنترل شیفت اچ بزنی همه جا ریپلیسش کنی بجاش نال پوتر بذاری و همه چی درست کار میکنه ولی اگه اینا رو میکس کرده باشی با هم یه جایی به جای اون کاراکتر به جای اون ان یو ال اون کاراکتر روش میگن ان یو ال تو لیست کاراکتر اسکی اسمش اسمش ناله تو اسمش بک از صفر دارم اسمش ان یو ال آره اشاره با دست اشاره کردم بهش خودش میخوام مثبت اشاره کنم این اگه اینجا بعضی جاها به جای این از ان یو ال از ماکرو نال استفاده کرده باشی باعث میشه که به جاش اینال پوتر بذاری کامپایلر رو بده مثلا یا بدتر یه اورلودی داشته باشی که کاراکتر پوینتر رو این چیزا بگیره یا پوینتر هم بگیره کاراکتر خالی هم بگیره بعد اون وقت سایلنتلی همه چی کار میکنه و یه اتفاق دیگه میفته برای همین کسی که اینا رو قاطی میکنه با هم اینا از نظر کامپایلر و از نظر ران تایم یکی معنیشون ولی از نظر آدم معنی اینا یکی نیست از نظر معنی واقعا یکی نیستن اینا. اون عدد صفر این یه پوینتر نال پوینتر اون یکی هم یه کاراکتر اسکی با کد اسکی صفر به ترتیب راست بشن اینا دوست معنی شده که implicitly خودشون باید بفهمن از اینکه دارن اونجا رو نگاه میکنن به هر حال دپریکیت و اینا اصلا معنی نداره نمیشه 500 هزار میلیارد خط کد هست که از اینا دارن استفاده میکنن و یه عالمش هم دارن اشتباه استفاده میکنن 500 هزار میلیارد خط کد یه ذره زیاد داره چند میلیارد خط کد هست که داره از این استفاده میکنه و مطمئنه اینو داره اشتباه استفاده فرق فالس مساویه عبارتی و نات عبارتی هیچ فرقی با هم ندارن اگه اون بولین برگردونه هیچ فرقی با هم ندارن ولی من بعضی جاها اینجوری نوشتم بعضی جاها اینجوری نوشتم درسته؟ اینجا وقتی می نویسم که کوچولو باشه و دقیقا نات یه چیزی معلوم باشه دیگه اینجا هم حتی میتونم فالس مساویه چیزی اکسپلیسیت تره این اکسپلیسیت تره دیگه اگه این فالس بود این کار رو بکن نات مساویه یه لحظه تو ذهنت بگی خب پس باید فالس باشه برای برنامه‌نویسی که یه ذره تجربه داشته باشه اون هیچ فرقی با هم دوتا نداره ولی خونده میشه آره اینجور خونده شاید یه مسئله دیگه هم که داره اینه که من اگه توی عبارت گنده یا عبارت طولانی مثل مثلا این ارور فلان اینجا نات بذارم دقیقاً نات تو نگاه اول ممکنه دیده نشه یا برای هر چیزی یه عبارت طولانی وقتی یه عبارت کوتاه وقتی داریم نات دیده میشه ولی به هر حال عبارت طولانی داشته باشه ممکنه دیده نشه مثل بلک نات فرق فورس سمی کانه و وایل قبلا میشه ریپلیس کردی آره وایل ببین دیگه به درد نمیخواد من یه حلقه بی نهایت وقتی میخوام اون فور حلقه بی نهایت الان اینجا هیچ چیزی ندارم اتفاقا چرا تصرف نه هیچ جایی حلقه بی نهایت ندارم همش یه شرطی هم توش گذاشتم ولی اگه حلقه بی نهایت می‌خواستم بسازم یه راشی بود که این کارو بکنم بگم فور یه راش اینه که بگم وایل صفر مساوی است با صفر این درسته یا وایل ترو یا هر چی یا وایل یک مثلا یک کوچیک‌تر از دو هر چیزی میتونه بسیری وایل ترو باز اکسپلیسیت تر و بهتر من این وایل صفر مثلا صفر زمانی از موقعی می‌نوشتم که کلمه کلید ترو هنوز توی سی پلاس پلاس نبود یعنی کامپایلر من ساپورت نمی‌کرد اون موقع بوده تو سی پلاس پلاس کلمه کلید ولی کامپایلر که من استفاده می‌کردم نداشت مسئله اینه که اگه الان من این حلقه دومی رو بنویسم الان که وارنینگ لولمو بردم بالا تو ویژوال استودیو ویژوال استودیو به من وارنینگ میده میگه کاندیشن ایز آلویز مثلا فاک ترو پرانسیبل کد نه چون کد این نهایته آره میگه این حلقه این میگه کاندیشن همیشه ترو همین و خیلی احمقانه اشتباه داری میکنی آره اون این مسیر بد نیست بعضی وقتا تو مثلا میری یه عبارت بولیانی مینویسی گنده و توش یه تایپ ها انجام میدی و همیشه ترو میشه مقدارش درسته مثلا من مینویسم وایل حتی اینو شاید کامپایلر دیتکت نکنه او ایکس or not except چون این ساید افکت ممکنه داشته باشه ولی این عبارت همیشه true دیگه اگه اینا بولین باشن
کامپایلر یا از توی ماکروی بیاد مثلا این چیزی جنریت بشه، اون خوبه کامپایلر وارنینگ بده، بعدی نیست. ولی وارنینگ رو من نمیخوام دیسیبل کنم، برای همین وقتی حلقه بی‌نهایت میخوام اون بالای رو استفاده میکنم. خوب نیست که کامپایلر وقتی من اکسپلیسیت لیترال ترو رو نوشتم به من باز وارنینگ رو بده، دارم با دست خودم می‌نویسم اینجا ترو دیگه. ولی به هر حال احتمالاً کامپایلر این پسش بعد اتفاق میفته و تشخیص نمیده که من لیترال ترو رو نوشتم یا اینکه مثلا به ماکروی بود. چرا فورس سمیکولن رو؟ بلکه اونجا شرطی توش نوشتم، شرطی نوشتم که همیشه تو باشه، نوشتم اونجا میشه خالی گذاشت جای شرطی دیگه، وقتی شرطی که تو خالی بذاری یعنی شرطی رو چک نکنه. آره این سینتکسی که خیلی کلاسیکه. بعد سوال آخرم که جواب دادی آخره خود سشن، که چرا ما از گرامر رو لکسیکال ببین از گرامر داریم استفاده میکنیم، چون گرامرمون ایمپلیسیته. من میتونم گرامرش باره گرامرمون ایمپلیسیته، من اینجا داکیومنت نکردم که گرامر من اینه، من میتونم اینجا این بالا گرامر اون یارو بی ان افش رو اینجا بنویسم، ای بی ان افش رو مثلا یا هرچی بی ان افش رو اینجا بنویسم، بیکوس ناور فور میشود مثلا، که اسم هر دوشون احتمالاً من دارم اشتباه تلفظ میکنم. بی ان اف دو تا آدم خیلی مهم تو تاریخ کامپیوتر ساینس هستن. یه جوری بی ان اف رو چک کنید رو دیت؟ نه اون وقت نه 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 دو تا مسئله است، یکی اینکه گرامر فرمال داشته باشم که من ندارم گرامر ایمپلیسیته، یکی اینکه از اون گرامر فرمال پارسر جنریت کنم که اونو من خودم میتونم ابزارشو بنویسم، ولی خب ابزارهای آماده براش خیلی زیاده، ولی هزینه‌اش این پارسری که من الان تو یک ساعت نوشتم، یک ساعت نوشتم دیگه دیگه بخوام برم باز بایسون استفاده کنم یا هر چی، بعد کد آشغال زشت سی برام جنریت کنه یا هر چی، همش کدشون معمولا کد تمیز جنریت نمیکنه، برام که یه مرحله بیلدم اضافه میشه دیگه، گرامر رو هی باید از روش اونجا بیلدم اضافه پیچیده‌تر میشه اینجوری تو کدم نوشتم برای سیمک. نه آره به هر حال باید یه مرحله از گرامرم همیشه این کد رو جنریت کنم دیگه، اگه تغییر نکنه بالاخره این اینطوری فایل کد هم ننویسم دیگه، چون تغییر یعنی مهم نیست از فایل کد، چون اگه تغییر نکنه دیگه کامپایل نمیشه. بعد در مورد سایز وایلیشن هم که سایز وایلیشن رو آره یادم رفت، سایز وایلیشن رو میتونم الان بنویسم فکر کنم، آره مثلا خوبیه بلش کن جلسه بعد اول جلسه بنویسم، الان تو کیوری بهتر کد بنویسم. من اینکه در مورد مدیریت حافظه می‌خواستم بگم که برنامه‌اش یه چیز کوتاهی بدی، ولی کلا برنامه‌اش چیه؟ مموری منیجمنت تو من سعی خواهم کرد اکسپلیسیتش کنم، یعنی از نیو ام الوک هر چی دلم خواست استفاده نکنم، قشنگ آبجکت های آبجکتیو اسم الوکیتور داشته باشم یا آبجکت هایرارکی از اون الوکیتور داشته باشم که به هر سیستمی که میخواد مموری الوکیت کنه به اون پاس بدم، از طریق اون مموری رو الوکیت کنه، همیشه از طریق الوکیتور اکسپلیسیت باشه، بعد الوکیتور رو بتونم جایگزین کنم، بذارم مثلا یه الوکیتور بذارم که مموری ترک کنه یا برای ریلیس نهایی الوکیتور رو بردارم چیزی بذارم جاش که یه ترک نکنه، افیشنت باشه، یه الوکیتوری باشه که استک الوکیت همینجوری الوکیت کنه بره جلو و همه رو با هم یه دفعه آزاد کنه ولی چیزی رو وسط رو آزاد نکنه، کیف الوکیتور الی آخر الوکیتورهای مختلف، رینگ الوکیتور رو از این چیزا میتونم بریم مثلا بسته به استفاده الوکیتورهای مختلف استفاده کنم. پلن من اینه که همه چی رو اکسپلیسیت کنم، ولی غالبا گریزی از الوکیت کردن حافظه داینامیک و هیپ نیست توی انجین، سعی میکنم که تو وسط فریم اون کارو نکنم، مثلا دیتا تایپ های وکتور و استرینگ و این حرفا ما همه رو من با حافظه ثابت می‌نویسم، یعنی یه ورژنی ازش می‌نویسم که یه طول حداکثری بگیرم و همونقدر حافظه الوکیت کنم و دیگه بیشتر الوکیت نکنم. دیتا استراکچرهایی که زیاد استفاده ممکنه بشه برای دیتا این برنامه کردن وسط فریم، ایده اینه که وسط فریم حافظه الوکیت نکنیم دیگه، چون خوب نیست اول فریم الوکیت کنیم آخر فریم آزاد کنیم، یه همچین چیزی هست هم حافظه که استفاده کرد فریم فریم قبل الوکیت کردیم فریم استفاده کنیم رو هم اوررایت کنیم بدون آزاد کردن، یا پول استفاده کنیم برای جاهایی که کانستراکشن دیستراکشن برام مهمه بافر خام نمیخوان، به هر حال خود پولا رو بتونیم تلاش کنیم کم و زیاد کنیم برسه نیاز که سریعتر باشه و قابل مدیریت بیشتر باشه راحت‌تر باشه. فعلا یعنی پلن کانکریت براش ندارم، ولی ایده اینه که این بریم هر چی ممکنه اکسپلیسیت تر، هر چی ممکنه تحت کنترل تر باشه، حتی اگر یه ذره به قیمت این تموم بشه که من مجبور شم تو اینترفیس ها همچه الوکیتور هم بفرستم تو الوکیتور، از این فانکشن پاس بدم به اون فانکشن که اون یا از این سیستم بدم به اون سیستم که اون سیستم به اون الوکیتور استفاده کردم، به جای اینکه گلوبال مثلا نیو دلیتو من جایگزین کنم یا املاک رو جایگزین کنم، اینه که میتونم یه سیستم هم مثلا یه جور یه پالیسی الوکیشن داشته باشه، یه سیستم هم یه پالیسی ریاضی باشه، این هیپ الوکیت کنه اون بافر یه رینگ بافر الوکیت کنه، این هیپش رو تریس هم بکنه که مثلا لیکا رو دیتک کنه اون یکی نکنه، این کار رو میتونه. حالا داری یه مسئله خاص و با یه راهل خیلی خاص برای اون مسئله به صورت مشخص در بیاری، ولی خب یه بخشی از خود هست که
مثل احتمالاً این سیستم حالا پارسر ویژوال جنریک میشه. ایده چیه؟ چقدر میخوای کدای چند درصد به نظرت قابل استفاده تو پروژه های دیگه خواهد بود؟ چند درصد فکر می‌کنی آخر سر مختص همین بازی باشه؟ ببین کدی که بشه از توی این پروژه کپی پیست کرد برد بیرون و جای دیگه استفاده کرد احتمالاً زیاده. با یه ذره عدد کرد. آره نه اکسپلیسیت این کار نمیخوام بکنم. به خاطر اینکه اگه بخوام این کارو بکنم باید سیستمامو ماژولارایز بکنم و ماژولا قشنگ انتری پوینت و اکسیت پوینت داشته باشن. یعنی این ماژول بتونه برای همین ماژول بشه مثلا مموری الکیشنش اوورراید کرد کامل بشه لاگش اوورراید کرد این ماژول بشه یه کالبک بدی و همه لاگاشو از طریق اون کالبک انجام بده مثلا اسرشنش اوورراید کرد ارور هندلینگ همه کاراشو باید بشه برای این ماژول اوورراید کرد دیسک اکسس اگر انجام خودش نباید بده باز بیرون بگیره همه سیستم باید اینجوری باشه یعنی تو باوندری ماژولا خیلی باوندریش باید اکسپلیسیت باشه اینترفیس هم وربوس تر میشه اینترفیس هم بیشتر میشه خیلی که نمیخوام من این کار رو اینجوری انجام بدم چون هزینه‌اش واسه من یه ذره زیاده بعد لایبرری کردن یه ذره سخت فکر کنم ولی کدی که بتونی از تو این کپی پیست کنی بیرون فایلشو در بیاری یه ذره زحمت بکشی چیزایی رو ریپلیس کنی ادپتش کنی به کار خودت زیاد خواهد بود شاید یه موقعی همچین کاری هم بکنی خیلی به درد بخور باشه یه انجینک مانندی توجه کنی که این جی هم باز ایتالیک هم باز یه انجین مانندی این وسط درد از این برای تودی ولی بعیده که خیلی ریوزبل باشه چون من هدف هم این نیستش که یه انجین ریوزبل جداگانه درست کنم گیم پلی هم اسکریپتینگ نه اسکریپتینگ احتمالاً نخواهد داشت اگه لازم باشه اسکریپتینگ خیلی سبکی مثل همون چیزی که گرشاس داشتیم تو زوروان داشتیم اضافه میکنم بهش اگه لازم باشه فکر نمیکنم ایده اینه که با خیلی دیتا دریون باشه و پراپرتی بیسد حتی کامپوننت بیسد هم شاید نباشه پراپرتی بیسد باشه همه چی با ولیو اتچ کردن این چیزا حل بشه از کردن و ولی یاد بتونید پراپرتی های دانیان کت کنید ولی خیلی احتیاجی به سکریپتینگ احتمالا نباید داشته باشی نمیدونم به مولتی پلیر هم اصلا فکر بود باشی باید نه رایان بیان ممکنه لوکال یه ذره به لوکال مولتی پلیر فکر کردم ولی نه نتورکی یه ذره زیاده باشه شاید اکستنشن های بعدیش باشه همینجوری من فکر کنید پروژه خیلی بیشتر از یه سال طول میکشه متاسفانه ولی سعی میکنم زر سرعت هم شاید بیشتر کنم یه ولی نه تو پلن الان هم نیست مولتیپلر اصلا نیست لوکال مولتیپلر هم حتی نیست ولی یه ذره ممکن تر باز لوکال مولتیپلر خب من خودم هم حرفی ندارم فعلا نه از خودم سوالی هست سوال زیاد دارم با سوالای زیادی مواجهم ولی خب در مورد این کد سوالی از خودم ندارم فقط کاش سایز وایلیشن ها رو یادم می بود و چک می کردم حالا جلسه بعد خداحافظ